سلام، من بردی الوگی هستم، آشپز توی ونکوور. به زندگی من خوش آمدین. کافی شاپ الیژن هستش، نزدیک خونم. از ما صبح پا میشم، میام اینجا یه قهوه میخورم، یه مطالعه میکنم. کاری که معمولا میکنم روزهای تعطیل یه کتاب برمیدارم و این همون کتابی هستش که رستوران هستش که رفتم کوپنهاگ و کار کردم و خیلی ایده های جدید و قشنگ توش وجود داره و میام میبینم که ایده های شفای بزرگی که این کتابا رو نوشتن نظراشون چیه و خوندن همین نظراشون به من یه سری ایده جدید میده. بعد از اون میرم میبینم که چه محصولاتی رو چجوری با هم قاطی کردن و چه تکنیکایی رو استفاده میکنن. اینجا محله کیتسلانو هست که یکی از محله‌های ونکوور هستش که هم محل کاریم اینجا هستش، هم خونم هستش یه کوچه بالاتر. بیاین الان نشونتون میدم. من سال 2003 که اومدم کانادا قبول شده بودم دانشگاه کارتون توی اتاوا رشته مهندسی هوافضا و اونجا بودش که میگن رو آشنا شدم باش. توی خوابگاه همسایه هم بودیم و میگن هم داشتش مهندسی مکانیک میخوندش، واسه همین کلاسای مشترک خیلی با هم داشتیم. سال اول و دوم رو گذروندم، درس خوب بودش، با هم درس میخوندیم و نمره خوبی هم جفتمون میگرفتیم، شاگرد زرنگ بودیم. ولی فکر کنم همیشه دلم میخواد اینجوری بهش فکر کنم که یه چیزی اونجا اون زیر ضمیر ناخودآگاه هم شاید همیشه بوده که منو یه اشتیاقی به آشپزی همیشه بهم میداده. شاید بوی مربای بهی که مادرم درست میکنه بوده، نمیدونم. کلن غذاهای خوبی که همیشه ایران میخوردی، مادر من واقعا بهترین آشپز ایرانی که من میشناسم. سال سوم که تموم شدش من یه سال کار گرفتم IBM. بعدش همیشه آخر هفته همدیگر رو میدیدیم و شروع کردیم غذا درست کردن. اونجا بودش که این اشتیاقه یه ذره بیشتر شدش و شروع کردیم آشپزی کردن با همدیگه. تو طول هفته من هر شب که میمادم خونه یه رسیپی رو میگرفتم یا عوضش میکردم یا همون رو درست میکردم و یواش یواش فهمیدم، کشف کردم که کار کردن با دستم رو دوست دارم و چیزی که بیشتر از اونم دوست دارم همون تغییر دادن رسیپی هاست و یه سری ابتکارهای خودم رو به خرج دادنه. این الان خونه رو کوچولو نشونتون بدم. این کاشی ها رو از مسجد چاه گرفتیم، خیلی نظرم قشنگ بود و الان قابش کردم گذاشتم بالا. اینجا هم یه سری از کتاب هامون هستش، هم کتاب آشپزی هم غیر آشپزی. عکس کوچولو نشونتون بدم. اینا این عکس اتفاقا یکی از اولین عکسایی که داشتیم دم کانال ریدو که اونجا کلش یخ می‌بنده و میتونی سکیت کنی. بزرگترین سکیت رینک طبیعی دنیا بود، حالا نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی ما از مدرسه‌مون که کارلتون بود سکیت می‌کردیم تا داون تاون. و این عکس وقتی که فارغ التحصیل شدم از مدرسه آشپزیه، اینم وقتی که فارغ التحصیل شدیم با هم از مدرسه مهندسی. دیگه الان فارمرز مارکت باز میشه که بریم یه ذره خرید کنیم واسه رستوران. خب الان بریم فارمرز مارکت ونکوور. یه بازاری هستش که کشاورزای دورور ونکوور از ایالت بریتیش کلمبیا محصولاتشون رو میارن و ما بعضی صبح میریم اونجا ببینیم چیه تازه دارن تا اینکه برای رستوران بگیریم و ببریم و باهاش آشپزی کنیم.
اون دوران یک سال و نیمی که من بین سال سوم و چهارم دانشگاه توی IBM توی تورنتو کار میکردم، بعد از اینکه آشپزی خیلی کردم و فهمیدم که این اشتیاقو دارم، تصمیم گرفتم که میخوام مهندسی رو بذارم کنار و برم و بشم یه آشپز. وقتی که پذیرش رو گرفتم از مدرسه آشپزیم توی فرانسه، کارم رو استفاده دادم، ساعت 2 شب یه ایمیل زدم برای تمام کسایی که باشون کار میکردم، همکارام و اینا، و جوابایی که فردا صبح پاشتم گرفتم واسه من خیلی جالب بود. همه میگفتن که ما خیلی خیلی قبطه میخوریم به اینکه تو این جرأت رو به خرج دادی و چیزی کاری که دوست نداشتی رو گذاشتی کنار رو میخوای بری دنبال دلت. تصمیم که گرفتم میخوام برم مدرسه آشپزی، خودش اضطراب و ترس خودش رو داشتش. چیز جالب دیگرش این بودش که خبر دادن به مادر و پدرم اینکه میخوام مهندسی رو بذارم کنار رو برم بشم آشپز. نبودم اونجا وقتی که خبر بهشون دادم، پای تلفن بهشون گفتم، ولی مادرم هیچی نگفتش. یه مدتی ساکت بودش و بعدش فقط واسهش سوال بودش که من چرا میخوام این کار رو بکنم. ولی الان که از اون موضوع 5-6-7 سال میگذره، خیلی خوشحال هستن از اینکه من خوشحالم برای کاری که انجام میدم. خب اینجا استادیوم ورزشی ندبیلیه که شنبه ها اینجا برای پارکینگش رو اختصاص دادن به بازار کشاورزا. مردم عادی هم میتونن بیان خرید کنن، ولی میبینی که معمولا خیلی از شفای شهر میان و محصولات رو نگاه میکنن. تمام چیزی که اینجا فروخته میشه برای از دوروبر همین ایالت بریتیش کولومبیا میادش. اسم رستوران ما هستش Farmer's Apprentice که معنیش هست دستیار کشاورزا. کاری که ما میکنیم، تمام محصولاتی که میگیریم از دوروبر ونکوور توی ایالت بریتیش کولومبیا تهیه میشه و همه چی به فصل ربط داره. فصل‌های مختلف منوی ما عوض میشه بر طبق محصولاتی که کشاورزا برای ما میارن و مهیا میکنن. ما همیشه توی طول هفته برامون محصولات میارن دم رستوران. وقتی که خودشون هم میرن اینجا توی فارمرز مارکت، ما میایم ازشون خرید میکنیم. چیکوید یه نوع علفیه که میشه خوردشه، برای ما هم خورده میشه. مزه خیلی تازه‌ای داره و فقط وقتی بوش کنی بوی زمینای سبز و بهار میده. ما معمولا سبزیجاتمون رو از کشاورزا میگیریم، ولی شیر و محصولات گوشتیمون رو از دامدارایی میگیریم که اینجا نمیارن. معمولا مستقیما همشیشون رو میارن به رستوران ما. Good. Did Dave come in earlier? He didn't pick up anything, eh? اینجا الان داریم هویج میگیریم، کلم میگیریم و لبو. من فهم میخوام برم اینجا پیک اپ کنم چیزمو. Hello. الان اینجا داریم سیب میگیریم و آب سیب. Lovely.
Thank you. Have a good one. See you later. Bye-bye. اینجا خیلی پنیرای خوبی داره. ما اتفاقا من یه بار رفتم این دامداری که اینجا پنیر رو درست میکنن و واقعا جای خیلی قشنگی، خیلی باصفاست، کلی اسب و حیوانات مختلف وجود داره. به عنوان یه شف، بعد از اینکه محصولات خوب و لوکال اینجوری رو استفاده میکنی بد عادت میشی و نمیتونی برگردی به محصولات کشاورزی صنعتی. اولش که رفتم فرانسه کلاس هم سر کلاس آشپزی و خب خیلی چیز داشتم یاد میگرفتم، ذوق داشتم، عالی بوده. 6 ماه کلاساش هم خیلی فشرده بودش، هم آشپزی یاد میگرفتیم هم فرانسوی، که خب واقعا یادگیریش واسه من خیلی لذت بخشی بودش. 6 ماه بعدش رفتم یه رستورانی کار کردم و من رستوران فرنچی رو توی پاریس انتخاب کردم. علت اصلیش این بودش که فقط من بودم و خود شف توی رستوران و این خیلی مفید بود که میتونستم دست اول همه چی یاد بگیرم، تمام تکنیکا رو. ولی یه نکته منفی هم داشتش این بودش که خب روزی 14 ساعت با هم دیگه توی آشپزخونه خیلی کوچولو با هم کار کردن یه خورده استکاک زیاد بودش و اونم خب بیزینس خودش بودش، خیلی واسش مهم بود که همه چی درست انجام بشه. واسه همین اون فرهنگی که توی آشپزخونه وجود داره رو من هنوز باهاش آشنا نبودم اونطوری که الان هستم و این واسه من خود سخت بودش، عجیب بودش که از IBM و جوای مهندسی و پشت کامپیوتر پاشم برم یه جایی که تقریبا میشه گفتش که شبیه ترین چیز به نظام وظیفه است. و میگم الان خب آشنا شدم با این فرهنگی که هستش، ولی داد بیداد سرت میشه وقتی که رستوران کار کنی. به این علتی که من هیچ وقت آشپزی رو راستش بخوای به کسی پیشنهاد نمیکنم بره انجام بده. من اینکه مثل من واقعا عاشق این ماجرا باشه و همه چیش رو بذار، راضی باشه که بذاره تا اینکه برسه به اون جایی که میخواد. وقتی که مثلا ماهی 30 ثانیه دیر میشد، گرگ شروع میکرد دابیداد کردن، نه که الان نسبتاً تقصیر من باشه، ولی شروع میکرد دابیداد کردن واسه اینکه ماهی 30 ثانیه پیش حاضر نبوده. حتی اگه من داشتم مثلا فقط چه میدونم هویج رو مثلا گرم میکردم ولی ماهی حاضر نبوده، خب گرگ دابیداد میکردش و این برخورده خب واسه من یه ذره سخت بودش که مثلا چرا داره خب داد میکنه، خب به من آروم بگه، من آدم تحصیل کرده. ولی اصلا به اینا نیستش. خیلی توی رستوران همون گفتم زمان ها خیلی کوتاهه. مشتری اگه بشینه مثلا 20 دقیقه برای یه دونه از کورساش که بیاد بر نمیگرده اونجا و الان میفهم که اون فشار علتش چی بودش. ولی که الان که فکر میکنم به اون دوران احساس میکنم که آره خب اونم خیلی مفید بود و لازم بودش. من
مالاً چنین جوی رو ایجاد نخواهم کرد برای کسایی که برای من کار میکنن، ولی توی بزرگ شدن من خیلی موثر بودش. دیگه الان طرف های ساعت 5:30 و برم حاضرشم، چون که مشتری ها به زودی شروع میکنن اومدن. آشپزخونه رستوران فارمرز اپرنتیس هستش و من و همکارام داریم آماده میشیم برای سرویس شام. Do all your stuff in the ducks? That's awesome. That looks good. این نون چیزه ساوردوه. من واقعا افتخار میکنم به نونی که درست میکنیم اینجا. خیلی خوشمزه است و خیلی ما روش آزمایش کردیم، امتحان کردیم چیزهای مختلف و تا اینکه بالاخره به اون چیزی رسیدیم که باید باشه. رستوران ما تمام محصولاتش با فصل عوض میشه، واسه همین زمستون متاسفانه یا خوشبختانه ما خیلی محصولات زیادی نداریم، ولی این باعث میشه که ما شفا بیشتر فکر کنیم و سعی کنیم ابداع بیشتر به خرج بدیم که بتونیم غذا خوشمزه بذاریم جلوی مشتریامون. این یک حالت نون قارچی دارم واسه تون درست میکنم. ایده ای که برای هر فصل عوض میشه برای احترام گذاشتن به طبیعت هستش. ما به این اعتقاد هستیم که غذا رو باید اونجوری خورد که طبیعت بهت میده. وقتی که گوجه فرنگی نداره ما صبر میکنیم که بهمون بده و تابستون اون کار انجام میدیم. اینطوری باعث میشه که ما از جای مختلف دنیا غذا خیلی نمیاریم و این باعث میشه که ردپای کاربن ما رو توی زمین کمتر میکنه و به پایداری طبیعت به سهم خودمون سعی میکنیم کمک کنیم. در همین حال تمام غذاهایی که از همین دور و بر میگیریم محصولات رو همه چی تازه تر خواهد بود و مشتری ها بیشتر خوششون هم خواهد اومد. این کار چالش های زیادی ایجاد میکنه، ولی ما اینو پذیرفتیم واسه اینکه احساس میکنیم که دیدیم که نتیجهش نتیجه بهتریه. حالا من این رو گذاشتم که پخته بشه، این نون قارچ، اینکه بیاد بیرون و بقیهش رو بهتون نشون بدم. ما توی رستورانمون از مواد ساده خیلی استفاده میکنیم، ولی از تکنیک‌های مختلف استفاده میکنیم که بتونیم اون مواد رو به بهترین نحوشون برسونیم. مثلا اینجا بلدرچین داریم و گاز، و ما توی شکمش رو با کاه پر میکنیم و این باعث میشه که به عنوان آنتی بکتریال عمل میکنه. وقتی که میخوابونیمش توی یخچال به مدت 2 هفته و 3 هفته باعث میشه که خراب نشه و مزهش همینجور که بیشتر توی یخچال میمونه مزهش بهتر و بهتر میشه. که پختیم برای سرویس شام امشب. رستوران ما
سه سال و نیم پیش باز کردش و به عنوان بهترین رستوران ونکوور انتخاب شد. و من فکر می‌کنم یکی از علتهایی که این عنوان رو به دست آورد این بودش که یک تجربه جدیدی رو برای مشتری توی ونکوور شروع کرد ایجاد کردن. و اون هم این هستش که ما منوی توی شبانمون اولا که هر شب عوض میشه و همینطور هم هستش که انتخاب نداری. ما یک منوی رو طراحی کردیم که هر کی میادش 4 تا 6 غذا میگیره در طول اون وعده شام. و مثلا امشب غذایی که برای شما و برای مشتری ها درست میکنیم شامل یک سالاد لبو هستش با ماست، این نون هستش و کره‌ای که با سیر وحشی درست میشه، بعدیش هست ماهی دودی با سس جعفری و آخریش هم هستش ریشه کرفس وحشی با قارچ و یک سسی که سس لبنی و قارچی هستش براتون درست میکنیم. بریم که من اینو واسهتون تهیه کنم. چغندر هستش که توی این فصل از اون معدود گیاهایی هستش که ما بهش دسترسی داریم، واسه همین سعی میکنیم اونجا که میتونیم خوشمزهش کنیم. اینو ما با یک ماستی که اینجا خودمون درست میکنیم واسه تون نشون میدم. ریشه کرفس وحشی هستش که ما خیلی تو ایران استفاده نمی کنیم ولی اینجا بهش میگن سلریک و زمستونا اینو خیلی پیدا میشه تو این منطقه. با قارچ و نونی که مونده بود از دیشب یک نون ترد کوچولو درست کردم و سسش هم یک سس لبنی هستش که از خامه ای که کراملیزه شده است و این مزه ها با هم خیلی هارمونی دارن. این ماهی سفید کاد هست که ما تازه میگیریم، تمیزش میکنیم، وقتی که آماده شدش دودیش میکنیم. اون ماهی رو ما با یه مقدار کره سرخش میکنیم و وقتی که حاضر شدش با یک مقدار کلم که پخته شده اونو توی ظرف میذاریم. در کنارش هم یک سس سبز که مزه جعفری میده باهاش سرو میشه. روش هم همون چکپیدی که امروز صبح از مارکت گرفتیم قرار میدیم. این غذا منو یاد ماهی دودی میندازه که دوران عید همیشه میرفتیم و خونه پدر بزرگم میخوردیم. منوی امروز ما، خیلی ممنون که امروز رو به من گذروندید.